مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام وابسته به دفتر آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی اعلام کرد که عضویت خود را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد ایکوساک به دست آورده است. همکارم در رابطه با عضویت این مؤسسه و پیامدهای مثبت آن گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد با نام کوتاه ایکوساک یکی از 6 رکن اصلی سازمان ملل متحد است که فصل 10 منشور ملل متحد به آن اختصاص دارد. شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه در بسیاری از مناطق تلاش می‌کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، الحاق مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام به ایکوساک نشان دهنده قدردانی بین المللی از تلاش‌های مستمر این مجموعه در زمینه مسائل بشردوستانه است. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام با اعلام این خبر تأکید کرد: ما به این دستاورد افتخار می‌کنیم و مشتاقانه منتظر تقویت همکاری خود با سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی برای دستیابی به اهداف بشردوستانه هستیم. به دست آوردن عضویت در ایکوساک فرصت بیشتری را برای شرکت در گفتگوهای بین المللی در مورد مسائل توسعه و بشردوستانه فراهم می کند و این مؤسسه را قادر می سازد تا نسبت به سیاست‌گذاری جهانی مرتبط با حوزه‌هایی که در آن فعالیت می کند تأثیر بگذارد. و همچنین توانایی مؤسسه را برای جمع‌آوری منابع و دستیابی به دستاوردهای جدید با مشارکت دیگر مراکز مؤثر در جامعه بین‌المللی افزایش می‌دهد. در این بیانیه آمده است که این عضویت به گسترش دامنه فعالیت مؤسسه و افزایش تأثیر آن در بهبود زندگی افراد، جوامع و گروه‌های حاشیه‌نشین و فقیر به ویژه با توجه به چالش‌های بشردوستانه کنونی که جهان شاهد آن است کمک خواهد کرد. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام یکی از سازمان‌های پیشرو در زمینه فعالیت‌های بشردوستانه و عمرانی وابسته به دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به شمار می‌رود که به ارائه خدمات، کمک‌های غذایی، پزشکی و آموزشی به نیازمندان و اقشار مختلف جامعه می‌پردازد و برای اجرای طرح‌های عمرانی با هدف بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های آسیب‌پذیر تلاش می‌کند. با این دستاورد مؤسسه جایگاه خود را در صحنه بین‌المللی تقویت می‌کند و بر تعهد خود برای ادامه تلاش به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کمک‌های بشردوستانه در راستای اهداف جهانی سازمان ملل متحد همکاری می‌کند. برای صحبت بیشتر در این خصوص مهدی حمزه سخنگوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا همراه ما هستند. با سلام و عرض ادب آقای حمزه، یکی از سوالاتی که در این خصوص پرسیده میشه این است که به دست آوردن مقام مشورتی سازمان ملل متحد توسط مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام چه اهمیتی دارد و جایگاه این مؤسسه را در آینده فعالیت‌های آن چگونه ارتقا خواهد داد؟ سلام به دفتر آقای محمدی و پرسنل خوب اخبار شیعه در شبکه جهانی مانفه. ممنونم از دعوتتون. شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل با نام اختصاری ایکوساک یکی از 6 رکن اصلی سازمان ملل است که فصل 10 منشور سازمان ملل رو برای خودش داره. این بخش به صورت چرخشی از بین 54 کشور عضو سازمان ملل اداره میشه. تا کنون بیش از 5000 سازمان غیردولتی از سراسر کره زمین موفق شدن عضو مقام مشاوره‌ای سازمان رو به دست بیارن که از این بین حدود 250 مؤسسه غیر دولتی عراقی هستن. دستیابی به این جایگاه مستلزم اینه که اون سازمان هایی که میخوان عضو این مقام مشاوره‌ای بشن
چندین سال فعالیت مؤثر و مستمر داشته باشد و با رعایت بیطرفی برای اقدامهای بشردوستانه در موارد مختلفی که جزء امور سازمان ملل هست تلاش کرده باشد. برای عضویت مراحل خیلی زیادی رو باید پشتسر میذاشتیم که ما الحمدلله از سال 2018 حین تأسیس مؤسسه حدود 7 سال پیش شروع به این فعالیت داشتیم که الحمدلله در روز چهارشنبه گذشته 28 می 2024 موفق شدیم عضویت رو به دست بگیریم. برای رسیدن به این جایگاه باید از فیلترهای خیلی مختلفی گذشت و دستگاه‌های مختلف سازمان ملل فعالیت‌های مؤسسه رو با دقت ارزیابی و کنترل می‌کنن. فیلترهایی مثل بررسی امور اساسنامه، نحوه مدیریت سازمان، چارت سازمانی و خصوصاً گزارش‌های مالی چند سال اخیر رو توسط نماینده‌های 20 کشور عضو ایکوساک در محل سازمان ملل نیویورک انجام می‌دهند. چند هم دیگه تونستیم این مراحل رو پشت سر بذاریم. رضا دستیابی مؤسسه مسپالوسم هم نشانه موفقیت این مؤسسه و تلاش‌ها و اقدام‌های خیلی مؤثر آن نشون میده که اینا خیلی مؤثر بوده در سازمان ملل و تونستیم این عضویت رو به دست بیاریم. به دست آوردن اقام مشورتی سازمان ملل متحد فرصت‌های بیشتری رو برای شرکت در گفتگوهای بین‌المللی در مورد مسائل توسعه بشردوستانه فراهم می‌کنه و همچنین توانایی مؤسسه مسپالوسم برای جمع‌آوری منابع و دستیابی به دستاوردهای جدید با مشارکت دیگر مراکز مؤثر در جامعه بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان به خصوص شیعیان و مردم مظلوم در کشورهای مثل عراق و افغانستان افزایش میده. از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. مهدی حمزه، سخنگوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا.